اما ببینیم علامت این پادشاهی چیه و به چه صورت پیش میره اولین چیزی که هست اینه میگه میخوای میخوای وارد پادشاهی آسمان بشی اولین چیزی که باید قبول کنی اینه عدالت کلام خدا میگه هیچ کس عادل نیست هیچ کس شایسته قبولی پناهندگی آسمان نیست همه کیسا علکیه ولی من میخوام یه لطفی بهتون بکنم و لطف اینه فقط دستتو بکن بالا بگو خداوند بر من گناهکار ره کن من فقط کسایی میتونن بیان به آسمان شما بیان پناهندگی که حق تو بگیر درسته؟ بهش من حقوق پناهندگی یعنی چی؟ اونجا به حق من رعایت آید نکردن آمدم حقم را اینجا درسته؟ میگه پول نفتمونو میگیریم پول اینمونو میگیریم پولمو بده چیزی که داره اتفاق میفته اینه میان که حقشونو بگیرن ما اونجا آزادی ندارم اینجا بهم به آزادی اونجا نمیتونم بدون رو سری بگردم اینجا میخوام اونجا نمیتونم هر چی بخوام بگم اونجا نمیتونم راحت باشم اونجا نمیتونم 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 ولی اینجا میتونم 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 اوکی به همین دلیل میاد اما قانون آسمان برعکسه تو نمی حق تو بگیری چون کلام خدا به ما میگه حق ما جهنمه موافقید مزد گناه موته اما اگر دستتو بکنی بالا بر من مسکین بر من گناهکار رحم کن خدا میگه آسمان و پناهندگی فقط مال گناهکارانه آمین نداره آسمان و پناهندگی آسمان فقط مال گناهکارانه مال آدمای خوب نیست به همین دلیل یا باید هرگز گناه نکرده باشی که کلام خدا میگه بی گناه نیست یا باید مسیح از عدالت خودش به من و شما رایگان بده و ما رو شفاعت کنه به همین دلیل میگه عدالت اولین چیزی که باعث میشه تو پادشاهی خدا تو اصلا پات وارد پادشاهی خدا بذاری باید چی باشی تصمیم بگیری که خودتو با پادشاهی آسمان مطابقت کنی اولین چیزی که باید مطابقت کنی موضوع گناهه خدا قدوسه آمین و انسان گناهکاره پس انسان با خدا اینتگریت نمیشه پس اولین کاری که میکنه مسیح میگه که من گناه های تو رو میبخشم عدالت خودم به تو میدم و در واقع تو الان از نظر آسمان اینتگریت شدی آمین